سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم، در ساعت پیش رو همراه شما عزیزان خواهم بود با میهمانان جمعه شبهای تفسیر خبر. در استودیو ایران فردا لندن آقای دکتر علیرضا نوریزاده و در واشنگتن آقای دکتر محسن سازگارا. پرسش ها بسیار است درباره اعدام آفرید امیر خسروی. چرا اعدام شد؟ چرا محاکمه او شفاف نبود؟ آیا اعدام او نقطه پایانی بر فساد مالی در جمهوری اسلامی است یا پرده‌ای بوده بر فساد مالی رو به گسترشی که در جمهوری اسلامی ابعاد بسیار دارد؟ آن سوتر در زندان‌های جمهوری اسلامی چه می‌گذرد؟ چرا آنان که جوانان ایرانی را مورد شکنجه و تجاوزهای جنسی قرار داده‌اند به محاکمه کشیده نمی‌شوند؟ سؤالی که سازمان‌های حقوق بشر مطرح ساختند در منطقه و در عرصه بین‌المللی. این در حالی است که در بحرین همسایگی ایران 12 مأمور امنیتی به خاطر شکنجه زندانیان با بیش از 260 شکایت در دادگاه حضور یافته به دادگاه فرستاده شده و در حال محاکمه هستند. دولت بحرین اعلام کرده با تمام نیروی قانونی خود جلوی هر گونه شکنجه ای را در زندان ها خواهد گرفت. و سوالات دیگر، زمینه‌های دیگر در ارتباط با ایران و مردم ایران با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای نوریزاده عزیز سلام به شما. درود به شما جناب چالنگی عزیزم، درود به دکتر سازگارای نازنین و همه بینندگان تفسیر خبر در ایران فردا به ویژه در خانه پدری. آقای سازگارا سلام به شما در واشنگتن اپلی. من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای چالنگی، آقای دکتر نوریزاده عزیز و همه بینندگان گرامی. آقای نوریزاده ببینید، خبرها خوب بسیار در مورد ایران شکست مذاکرات اتمی هست و خبرهای دیگه، اما یک پرسش مطرح هست. ببینید آقای خامنه‌ای هر روز یا دست کم یه روز در میون یا حداقل هفته یک بار سخنرانی قرایی میکنه درباره اخلاقیات، اینکه قر در برابر همین معنویات ما هست که شکست خورده، عقب نشسته، اینکه جهان باید الگو بگیره از اخلاقیات ما، از جمهوری اسلامی، اون چی که ما ساختیم. من علت اینکه این مسئله رو مطرح میکنم چون واقعا مسئله است، من خبر پیدا کردم متاسفانه یکی از کسانی که در زندانهای جمهوری اسلامی مورد آزار و شکنجه قرار گرفت و تجاوز جنسی، دست به خودکشی زد ولی خوشبختانه نجات پیدا کرد. این اخلاقیات ولایت فقیه هست، کسانی که چنین کردن در زندانهای کهریزک، در زندان اوین، جاهای دیگه، این اخلاقیاتی است که آقای خامنه‌ای هر روز در بوق و کرنا و بقیه مسئولان جمهوری اسلامی میدمند و جهان باید الگو بگیره. شرم‌آور نیست آیا؟ اخلاقیات جمهوری اسلامی آقای چالنگی عزیزم از ابتدا باید ببینیم پی این ساختمون رو چه کسی کج نهاد. آن مردی که در بهشت زهرا در روز بازگشتش به ارتشیا گفت بیاید به ملت بپیوندید، آقای خودتون باشید، آقای تیمسار، آقای سپهبد،
و وقتی آمدن و به ملت پیوستن، اول رو بام مدرسه رفاه، بعدم توی زندانا تیربارونشون کرد. اخلاقیات اینه که آقا میاد استفاده میکنه از قدساده و بنی صدر و از یزدی و از الباقی آقایون، همشون، از آقای بازرگان، دیگران و دیگران، سنجابی، و اون روزی که نمیخواد اینا رو مثل زباله میندازه بیرون. اخلاقیات رژیم ولایت فقیه اینه که دستور میده آقای خمینی در چند یک ماه چند هزار جوونی رو که اغلب زنداناشون تموم شده بود بیگناه تیربارون کردن. اخلاقیات نظام رو در ماجرای قطعای زنجیره‌ای به بهترین وجهی دیدیم. همسر سعید امامی، ندیمه خانم خجسته، خانم آقای خامنه‌ای، و خانم خامنه‌ای که انقدر اینا رو دوست داره که لباس سعید امامی رو در سفری که به لندن میان میشوره که سعید به خانمش مینویسه، این بانوی محترم رو، حالا شوهرش هر کاری کرد، یه بانوی متدین رو میبرن تو زیرزمین اطلاعات، حیوانی به نام جواد آزاده و همدستش حاج آقا وامیستن و این زن رو وادار میکنن به واژگانی رو بر زبان بیاره که تا اون روز حتی فکرش هم نکرده و اعمالی رو خودش رو متهم بکنه به ارتکابش که همچیزی وجود نشته. در ولایت فقیه برادر سرپرست بنیاد شهید میره فردی به نام فاضل خداداد که تمام خاندانش و آقای رفیق دوست و حاج جواد برادر بزرگش میشناختن، دعوت میکنه بیاد به ایران با هم سرمایه گذاری کنن و میرن وام از بانک میگیرن. آقای رفیق دوست پشت چک رو امضا میکنه، بعد که گندش در میاد او رو به دار میدن و خودشون سالم میرن کنار. همین ماجرای آقای امیر خسروی رو که شما گفتید نشانه بی اخلاقی و نشانه شعامت نظامی است که یه مردی رو رئیس جمهوری دعوت میکنه به ایران بیاد، 10 میلیون یورو پول خودشو برمیداره میره ایران، سرمایه گذاری میکنه، از وام بانک میگیره که به گفته خودشون یک دونه قسط بانکش عقب نیفتاد، حالا با سفارش میگیره، ولی پولایی که رشوه میده به اینا لا تعد ولا تحصا، حساب کتاب نداره و اونا رو کاری ندارن، ولی او رو اعدام میکنن. ببینید، چون حاضر نمیشه به دادستان آقای محسنی اژه‌ای پول بده، کاری که الان دارن به سر بابک زنجانی میارن، ازش پول میخواد نمیده، میکشن. بی اخلاقی در جمهوری اسلامی فقط تجاوز در کریزک نیست، بی اخلاقی کشتن زهرا کاظمی تو اون اتاق با حضور آقای سعید مرتضوی، و سعید مرتضوی روز بعد مقام میگیره، بالا میره. بی اخلاقی در جمهوری اسلامی دروغه، جمهوری که بر پایه دروغ سوار شده، صبح تا شب دروغ میگن. همین چرندیاتی که راجع به من و شما آقای سازگارا میگن، این یه مورد خیلی خصوصی شخصیشه. حالا وای به حال آدمای دیگه. رئیس جمهوری مملکت آقای خاتمی متهم میشه که به نوکر امریکاست، و حسین بازجوی شریعت مداری نماینده آقای خامنه‌ای در تلویزیون رسما میاد میشینه میگه که بله، اینا ملاقات کردن با رئیس دبیر شورای امنیت ملی آمریکا. دروغ. و تمام این دروغ ها آقای چالنگی، بگذارید یه جمله بگم، کثیف‌تر، ناجوانمردانه‌تر، بی اخلاق‌تر از رژیم ولایت فقیه در تاریخ دیده نشد. آقای سازگار، آیا امام اول شیعیان علی ابن ابی طالب به فرزندان خودش گفت قاتلان زاربان منو بهشون تجاوز بکنید؟ یا اونطور که ما شنیدیم در روایتی که همین آقایون بر منبرها میگفتن و شهریار، استاد شهریار بزرگ، به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من چه اسیر تو، سکنون به اسیر کن مدارا، اینا رو میگفت؟ یا این پیروان کی هستند؟ ببینیم در ایران بالاخره عیسی به دینش بود، موسی به دینش، یک مورد تجاوز به زندانی به خصوص یا هر کسی دیگه باعث یک موج اعتراض در جامعه میشد. راست راست را میرن، آسیب های ناشی از این کارو همه میدونیم چی هست برای جوانان و کسان و اونهایی که در زندانها چون این بلاهایی به سرشون آوردن. و بعد آقای خامنه‌ای پند اخلاق و جهانیان، اینا پیرو کی هستن؟ بفرمایید.
والا اگر مثال تاریخی بخوایم بزنیم، به نظر من در همون صدر اسلام بیش از همه پیرو معاویه ابن ابی سفیان هستند، برای اینکه این جمله آقای خامنه ای النصر به رعب مردم بعد از حکومت بترسن عیناً جمله معاویه است در تاریخ. و اون حرفایی که راجع به امیرالمومنین میزدند، علی میزدند، اینا ظاهرا فقط برای سر منبر بود، برای بنده و شما، و وقتی که دستشون به قدرت رسید اون حرفا همه گذاشتن پر کلاهشون، در کوزه گذاشتن یا آبم روش خوردن و تبدیل به یکی از خشنترین، بی اخلاقترین و افسار گسیخته ترین و وحشی ترین حکومت های تاریخ شدن. اما ببینید آقای چالنگی، مشکلی که فرض کنید در قوه قضاییه بروز کرده در این حکومت و اینطور بدون هیچ حساب و کتابی مردم رو میگیره، شکنجه میکنه، تجاوز میکنه، پنهان میکنه یا آشکار میکنه، مثل ماجرای تجاوز در کهریزک برای اینکه بیشتر بترسونه و امثال هم. این پدیده ایست که در حکومت هایی که پاسخگو نیستند به راحتی میتونه اتفاق بیفته. آدمی زاده وقتی که کسی مانعش نباشه برای حفظ قدرتش، ثروتش دست به هر جنایتی میزنه، به خصوص وقتی که حکومت دینی باشه و بتواند به راحتی اون رو توجیه کنه، اونم دینی که ابزار توجیهش دست خودشونه و میتوانند هر چیزی رو به اصطلاح کلاه شرعی سرش بذارن، شکنجه رو بکنن، تعذیر، دروغ رو بکنن، تقیه، هرچی که بخوان از تو این فقهشون در بیارن وامصیبت تر میشه. ولی دنیا به هر حال زحمت کشیده، 300 سال، 400 سال، همین دنیایی که آقای خامنه ای صبح تا شب میخواد بهش درس اخلاق بده، در عمل راههایی پیدا کرده که اخلاق اجتماعی رو در عمل پیاده میکنه. یعنی قوه قضاییه مستقل، منتخب مردم، پاسخگو به مردم، مطبوعات آزاد، احزاب متعدد و رقیب که میتونند در رقابت به نفع مردم مواظب طرف مقابل هستند، گزارش میدن. و اون وقت در مورد خود بازجویی و زندان هم پاره کشورها مثل امریکا پلیس موظف به محض دستگیری به شما تفهیم اتهام بکنه و هر بازجویی در حضور وکیل باشه. وکیل شما تا نیامده شما میتونی جواب ندی. به همین دلیل هم وقتی مبارزه با القاعده رو خواستن بکنن در خاک امریکا، سوپریم کورت امریکا هم کشید، رأی داد که قانون سفته و نمیشه عوضش کرد. رفتن در گوانتانامو یه زندان درست کردن که این هم اسباب سرشکستگی است واقعا، که 150 نفر رو در اونجا ببرن. برای دیروز هم آقای اوباما پری رو صحبت میکرد و میگفت اسباب سرشکستگی امریکاست که ما نتونستیم هنوز گوانتانامو رو ببندیم، برای اینکه از قانون امریکا بیرون باشن. یا پاره کشورها اضافه بر این میگن که غیر از اینکه وکیل باشه، اصلا در متن قانونشون گذاشتن که اعتراف شخص علیه خودش سندیت نداره، در حالی که در فقه ما، در قانون موجود ما، ملکت العقاریده، کسی اعتراف خودش میشه مهمترین سند. در حالی که اگر شما همین یه تغییر رو در قانون بدید، بسیاری از این چیزا منتفی میشه و در پاره کشورها امروزه حضور دوربین ویدئو و ضبط صوت رو در بازجویی اجباری کردن و جزء مدارک پرونده است که قاضی باید نگاه کنه. ببینید، اگر فرض کنید در قانون ما هر سه مورد رو بگذاریم و قوه قضاییه مستقل باشه، نه بازیچه دست آقای خامنه‌ای و ارباب قدرت که هر رقیب سیاسی رو بگیرن بزنن هر کاری دلشون میخواد بکنه، فرض میگم بکنید نظامی که اینطوری شکل بگیره، اون وقت در واقع شکنجه توش بلا موضوع میشه، معنی دیگه پیدا نمیکنه، اجازه پیدا نمیکنه. یک پلیس خشونت بکنه، در لس آنجلس کردن،
پدرش رو مطبوعات در آوردن، سر و صدا شد، برخورد میکنن، به دادگاه میکشه، بعدی دیگه نمیکنه. به همین دلیل واقعا نظام غیر پاسخگو، افسار گسیخته، بدون آزادی، انحصار ثروت و قدرت در دست ولایت فقیه و اعوان و انصارش، قوانین نامناسب و نهایتا هم توجیه دینی که تو جیب خود آقایونه، نتیجهش جنایت، شکنجه، تجاوز و کارنامه حقوق بشری که به نظر من هم، منم آقای دکتر نوری‌زاده موافقم، خشنترین حکومت‌های تاریخ، دروغگوترین حکومت‌های تاریخ در مملکت و خودمون، در ممالک دیگه انصافاً جمهوری اسلامی گوی سبقت ها از همشون ببوده. اشاره های سازگاره به قضیه رادنی کینگ هست. در سال 1992 چند پلیس یک سیاه‌پوست رو در سیاه آفریقایی آمریکایی رو زدن، کسی فیلم گرفته بود، انتشار این آمریکا رو سراسر به اعتراض کشوند و پلیس ها دستگیر، محاکمه، غرامت بسیار بسیار زیادی پرداخت شد به رادنی کینگ و پلیس ها از کار برکنار و مجازات شدند. من تاریخ به هر حال اسلام رو و تاریخ عرب رو تا اونجایی که خوندم، آقای نوری‌زاده احتمالاً تایید میکنن یا خود شما، ندیدم که در دوران معاویه به زندانیان یا اسیران تجاوز بشه. نه معاویه، عرب ها قطعاً اون موقع مردونگی و لوتیگری داشتن که از این کارا نمیکردن. به اضافه اینکه معاویه آقای شعر میگفت، نه اصلا کاتب وحی بود. معاویه اهل سنت رضی الله عنه براش میگن، یعنی معاویه رو درست از دید ما به خاطر درگیریش با حضرت علی و بعد خب با امام حسن صلح کرد و این نشانه این بود که امام حسن به هر حال اون رو به عنوان خلافت پذیرفت. اصلا با اینا نمیشه، قابل مقایسه نیست. شما فکر کنید آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، 18 میلیون پرونده در قوه قضاییه مفتوحه و این آدم از روزی که اومده، اون قبلا آقای شارودی گفته بود که من ویرانه تحویل گرفتم، ویرانه تر تحویل این داد، این اصلا چیزی باقی نگذاشته، برای اینکه آنچنان آلوده فساد خود و خانواده و برادران و غیره که آدم واقعا شگفتی زده میشه. اون وقت این بیچاره مهافرید خسروی رو همینجوری مفت اعدام کردن. آخه خیلی بد. آقای نوری‌زاده گفته میشه که آقای مهافرید قصد داشته اسراری رو افشا کنه و به همین دلیل به سرعت ایشون رو به جوخه، یعنی به جوخه که نه، به دار کشیدن و بعد حتی روز قبلش با همسرشون ملاقات داشت، به هر حال یعنی دیداری دست داده بوده ایشون. یه نامه این قضیه شاخه ببینید، این ایشون... همون عدالت کی هست؟ ایشون یه نامه با آقای خامنه‌ای نوشته بود که آقا شما بنده رو به عنوان کسی که رشوه داده، کار دیگه که نکردم، از بانک وام گرفتم، تلسیج درست کردم، باشگاه داماش درست کردم، جاده کشتم، 17,000 نفرم کار میکنم برام که هر کدوم 4 تا 5 تا خانوادن و حساب بکنیم من دارم به 100 و اندی هزار نفر نون میرسونم، کار بدی نکردم، اما از دید شما رشوه دادن غلط بوده، بسیار منم قبول دارم. اجازه بدید اسامی رشوه بگیرها رو بنده در دادگاه اعلام بکنم، از شما هم کسب نظر میکنم چون 3 نفرشون در دفتر جنابالی هستن و بنابراین اجازه بدید من اینو اعلام بکنم. خودم هم ازتون اجازه میگیرم چون نمیخوام خدای نکرده سوء زنی بشه. مطابق گفته بستگان ایشون این نامه رو آقای مهافرید خسروی موفق میشه بنویسه و بعد این نامه رو پای تلفن موبایلی که در زندان در اختیارش میگذارن میگوید، همسر ایشون یا برادرشون مینویسن، به هر حال یک دفعه منشیشون، و این نامه رو میرن و تحویل آقای مجتبی خامنه‌ای در سر درسش در حوزه قم میدن و این نامه بنابراین به دست آقای خامنه‌ای رسیده. آقای خامنه‌ای محسنی اژه‌ای رو احضار میکنه و میگه این آقا رو یک جوری به کاراش برسید که یه وقت خدای نکرده این اسامی اعلام نشه. همین برای آقای محسنی اجری کافیه، بر میگرده به زندان و دستور اعدامش رو میده. و جالب اینه چون با خانومش قرار ملاقات داشتن نمیگویند به خانومش یا به خودش، در حالی که قانونا 48 ساعت قبل اینا باید اطلاع بدن.
زندانی وصیتش رو بنویسه، زندانی خانوادهش رو ببینه. شاید این بیچاره باید به زنش توصیه‌ای میکرد راجع به بچه‌هاش، راجع به خانواده‌اش. و این ناجوان مردان بدون اینکه به او بگوین 4 صبح میان برش میدن برن اعدام میکنن. و این نهایت چه بگویم، از چه واژه‌ای استفاده کنم که یک انسان بدبختی رو که فکر میکرد مملکتش درسته جای سرمایه گذاریه و به دعوت آقای خاتمی رفت ایران و اینجور زحمت کشید، اینجور اینا رو شما میدونید در خارج اینا کارآفرینان هستن. ما قبلا کسانی رو داشتیم مثل آقای خیامی، کسانی داشتیم در مملکت ما هزاران فرصت کار ایجاد کردن، تشویق شدن، مدال گرفتن، اعتبار یافتن. حالا ایشون اومده مملکت دزدا، خب رفته وام گرفته منتها رشوه داده. برای رشوه دادن که کسی رو اعدام نمی کنن، قاتلا رو میان شما میبخشین. تمام قاتلان قتل‌های زنجیره‌ای آزادن الان. اکبر خوشگوشی که علاوه بر داخل آدمکشی‌های سال 67 و زندیات فریدون فرخزاد و در داخل بزرگترین پاساژ رو الان بهش دادن در شمران با ثروت و پول و مکنت. حالا میخوام بهتون بگم آقای چالنگی، ما واقعا رسانه‌ها به خصوص در خارج کشور و آدمایی که میتونن، الان دکتر سازگارا رو من دارم میگم، باید با این غربیان نشه صحبت که آقا خجالت بکشید، تو اون مملکت این آدم بدبخت رو گرفتن اعدام کردن، این همه آدم دارن اعدام میکنن، عربای ایرانی رو گرفتن اعدام کردن، بلوچا رو، شما هیچ کاری نمیکنید، همینجور راحت نشستی نگاه میکنید. من اشاره کردم به آقای خیامی، برای نسل جوان که احتمالاً نمیدونن، مدیر و بنیانگذار صنعت اتومبیل سازی در ایران، صنعت اتومبیل سازی ایران ناسیونال، هزاران کارگر در اونجا کار میکردن که روابط کارگر و کارفرما در اونجا نمونه بود، معروف هست که از زبان کارگران ایران ناسیونال من شنیدم که مشکلی اگر داشتن با همون لباس در باز میکردن با مدیر کل شرکت آقای محمود خیامی صحبت میکردن و مشکل حل میشد. رفاقتی بود، دوستی بود. کارگرانی که اهل زیارت بودن در سال به زیارت فرستاده می شدن و تولیدات بسیار زیادی و صادراتی بود در میان و صنعت خودروسازی ایران بنیان گذاشته شد، اما به کجا رسید همه می دونیم، مصادره شد و رو به نام. هر جا هستن سلامت و تندرست باشن مثل تمام کسانی که به ایران خدمت کردند و گامی در جهت بهبود وضعیت مردم و کشور ایران برداشتن. امیدواریم چنین باد. آقای سازگارای عزیز، چون این اقداماتی همزمان با اینکه نیازمندی های اساسی از ایران برای جلب سرمایه، برای جلب سرمایه گذاری و و و چه اثری میتونه داشته باشه؟ آیا میشه به چنین نظامی اعتماد کرد در دوره ریاست جمهوری هر کسی؟ این دوره آقای خاتمی بود، ایشون رفته بود به ایران، دوره آقای روحانی. آیا میشه کسی میتونه اعتماد بره سرمایهشو ببره و سر از بالای دار در نیاره، سرش به دار نره؟ نه خیر، اینکه واقعا سرمایه احتیاج به محیط امن، احتیاج به آزادی فعالیت، احتیاج به قوانین مناسب داره که هیچ کدومش در ایران نیست. من در خصوص آقای مهافرید امیر خسروی اجازه بدید یک نکته رو به فرمایشات آقای دکتر نوریزاده اضافه بکنم. از قراری که من از بستگان آقای امیر خسروی در خارج هستند شنیدم، این بنده خدا تمام 3 سالی که زندان بوده در سلول انفرادی بوده و بازجویان بند 2 الف سپاه بوده، در واقع دست اطلاعات سپاه بوده و بازجوها این اواخر بهش گفته بودند که اسامی کسانی که در قوه قضاییه او رشوه داده و همکاری کرده رو بنویسه. خودش میدونست این کار خطرناکه، به عقلش رسیده که خب مثلا به آقای خامنه‌ای بگه که ایشون بعدن ازش پشتیبانی بکنه. به نظر من غافل از این که رئیس کل دزدا خود آقای خامنه‌ایه و یا پسر ایشون همون مجتبی، و ظاهرا کسی که بیش از همه هم آلوده این پول ها و رشوه هاست و اون آقای خاوری مدیر عامل
بانک ملی رو هم از کشور فراری داده شخص آقای اژه‌ای است و ظرف 24 ساعت 48 ساعت که این نامه رو داده بوده ایشون رو اعدام کردن، هم خلاف قوانین موجود خود این کشور و هم خلاف هر انسانیت و مروتی که حتی خانواده و وکیل و خودش هیچی ندونند. آقای سازگارا اجازه میدین یک نکته هستش، ببینید آقای نورزاده اشاره کرد. بله. غرب به خصوص آمریکا سالهاست گرفتار این برنامه اتمی و مسئله اتمی و بشینیم و پاشیم و حرف بزنیم. دلبر جانان من برده دل و جان من برده دل و جان من دلبر جانان این توریست قضیه زمان برای به نظر میرسه این مسائل مربوط به حقوق بشر و عملا دست کم در این دولت پرزیدنت اوباما نادیده گرفته شد. آقای اوباما برای آقای خامنه ای نامه نوشتن و و و بقیه مسائل، یعنی چون اینچه از اعدام آقای معافری، حالا ایشون در به هر حال عرصه اقتصادی فعالیت میگن، تا جوانان مردم زندانیانی که هستن، تجاوزهایی که انجام شد و و و چشم ها بسته شده است. من به نظر میرسه دولتی مثل دولت اوباما یا دولت های دیگه در اروپا والا دولت آقای اوباما به نظر من اولا یک تحلیل غلطی از ایران داره. تصورشون این است و این تحلیلم متاسفانه از طریق آقای دنیس راس منتقل شد، حتی دوره‌ای که آقای اوباما داشت مبارزات انتخاباتی میکرد بار اول، و اون است که در ایران همه کاره آقای خامنه ای است و چسبیده این دولت که با آقای خامنه ای اره بده و تیشه بگیره، با ایشون اگر مشکل رو حل کنه مشکل کلن گویی حل میشه. همین الان هم بعد از شکست مذاکرات وین، به نوشته ی وال استریت جورنال یک مسیر دومی باز کردن که آقای جو بایدن، آقای سالیوان که جوانی است که از مشاورین کاخ سفید، و آقای برنز معاون سابق وزارت خارجه امریکا دارن از کانالی با ایران، اونم به اصطلاح رهبری که به احتمال زیاد آقای ولایتی مثل اون بار اون طرفش هست، صحبت میکنن که مشکلات رو حل کنن. پریروز هم در این صحبت نسبتا مهم آقای اوباما در دانشکده افسری وست پوینت، ایشون تاکید کرد که ما با ایران به توافق خواهیم رسید، در حالی که نمیدانه، اشتباه اولشون این است که نمیدونن در ایران جنگل قدرتی هست که این جنگل قدرت آقای خمینی هم نتونست از بیاد، که خیلی گردن کلفتر از این آقای خامنه ای بود، نتونست رابطه با آمریکا رو درست کنه، برای اینکه هر کسی صندلی رو از زیر پای کسی دیگه میکشه، چه برسه به آقای خامنه ای که دیکتاتور ضعیف و حقیری است که با فشارهایی که اطرافیان و جناح‌ها و اینها میارن از تو همون ستاد اجرایی فرمان امام که پولا اونجاست، نمیدونم سپاه، بیتش، مشتبه، اسخر حجازی، غیره و غیره، ایشون دائما یکی به نعل میزنه و یکی به میخ میزنه. بنابراین این که اشتباه دولت اوباما، ولی اینی که اهمیت دادن به حقوق بشر در چشم رو نبستن به جنایت های این حکومت و دنبال این رفتن که دست خونالود آقای خامنه ای رو بفشارن، به نظر من هم آقای چالنگی سخت دولت اوباما رو میشه ازش انتقاد کرد، حداقل دولت بوش صرف نظر از کارنامه‌اش، من کاری به کارنامه جنگ و عراق و غیره ندارم، در مورد ایران حداقل میشه گفت که اهمیت دادنش به حقوق بشر، بیانیه های خود کاخ سفید، خود آقای جورج بوش و دیگران به مراتب قوی تر و محکم تر از دولت آقای اوباما بود. به هر صورت به نظرم این کاری هم که دارم میکنن، حالا 6 ماه دیگه تمدید احتمال زیاد میشه، یعنی 20 جولای که ددلاین این توافقنامه ژنو، همه تقریبا پیش بینی میکنن به جایی نمیرسه و 6 ماه دیگه تو همون توافقنامه میشه تمدید کرد که میشه تا ماه فوریه آینده. من شخصا
فکر نمی کنم با توجه به اینکه اون طرف ایران یک جنگل قدرت و یک دیکتاتور ضعیف نشسته و آدمی که به نظر من از تعادل دماغی و روانی خارج اصلا در حرف زدنش و در تصمیم گیریش، مملکت ما دوباره گرفتار، در تاریخمون داشتیم شاهانی که دیوانه شده بودن، گرفتار فردی شده که از تعادل عقلی و روانی خارجه. لذا من فکر میکنم به جای هم نرسه، ضمن اینکه اومخ روسیه‌ای برای زغال میمونه، یعنی کارنامه آقای اوباما از این جهت کارنامه میشه منفی و پر از شماتت. آقای نوری‌زاده اشاره کردن به اشتباهی که اداره اوباما، دولت اوباما درباره حکومت ایران داره. یک در ایجاد چنین اشتباهی لابی یا کارگزاران یا پادوهای سیاست جمهوری اسلامی در واشنگتن بی تأثیر نیستن. برای شکی نیست، تردیدی نیست. اینها ضمناً این رو هم القا کردن یا مطرح کردن، نه تنها اونها بلکه این حرف هست در داخل و بیرون از ایران که این نظام به هر حال اصلاح پذیر هست. پرسش من اینه، این نظام کجاهاشو میشه اصلاح کرد؟ اصلاح کردن این نظام به چه شکلی میتونه جامعه عمل بپوشه؟ یعنی تجاوز به زندانیان رو چجور میشه اصلاح کرد؟ یا بقیه کارا، این زمینه‌های مختلفی که بینندگان بهتر از همه ما میدونن چه میگذره در ایران. ببینید، ما با یک مشکلی روبرو هستیم، یکی قانون اساسی جمهوری اسلامیه و یکی دیگه این که آیا اصلاحات اصولا در چارچوب این قانون اساسی عملی است یا نه. ببینید، اگر در ایران ما نهادی به نام ولایت فقیه نداشتیم و این بدعت نامبارک و آقای خمینی با کلک به مردم ایران نمیانداخت، در اون صورت مثل هر کشور دیگه یه رئیس جمهوری بود، پارلمانی بود، حالا احتمالا نخست وزیر بود یا نبود، و مجلسی بود، پارلمانی بود، قوه قضاییه بود که پاسخگو بودن، در نتیجه میشد اصلاحش کرد مثل همه کشورهای دیگه. الان مصری ها با چه شور و شادی تو خیابونا میبینیمشون، امیدوارن آقای سیسی بیاد و نظام رو اصلاح کنه، وضع اقتصادی بهتر بشه. مردم همین شادمانی رو موقعی که آقای خاتمی اومد داشتن و امیدوار بودن، چون آقای خاتمی دارای یه اندیشه متعادله، یه آدم فرهنگیه، این اتفاق بیفته. اما خود آقای خاتمی آخرش اقرار کرد، من تدارکچی ولی فقیه بودم و روزی نوروز یه بارم برام توطئه میکردن. پس اصلاح چی رو میخوایم انجام بدیم؟ آقای روحانی که اومد، مردم اگر یه عده رفتن رأی دادن، یه چیز در نظرشون بود، مردم میدونن این نظام اصلاح نمیشه، امیدوار بودن. حالا که رژیم از سر ناچاری آقای روحانی رو آورده که پرونده اتمی رو به یه جایی برسونه، مردم این امید رو داشتن که حداقل با این اتفاق یه مقدار وضع داخلی گشایشی درش بشه، وضع اقتصادی گشایشی بشه. حالا شب دراز است و قلندر بیدار، ولی هیچ کس انتظار نداشت آقای روحانی بیاد و معجزه بکنه، چون خاتمی رو دیده بودن، اون به مراتب با حسنیت‌تر بود، اصلاح طلب‌تر بود، با فرهنگ‌تر بود. آقای روحانی بچه آقای خامنه‌ای، بچه کل مقام رهبری است. میخوام بگم اگر مردم ما دیگه به اصلاحات اعتقادی ندارن، چون میدونن اصلاحات نمیشه. اما در این حال آقای چالنگی، اینم بگم، آلترناتیو دیگه در برابرشون نیست. متاسفانه اپوزیسیون نتونسته این لیاقت رو به مردم نشون بده که آقا ما این نیروی قادری هستیم که میتونیم جایگزین نظام بشیم. و مردم وحشت زده سوریه رو میبینن، عراق رو میبینن، میگن خب حالا ما بدائل چی هست؟ اینا دلایل برای اینه که این نظام تالا باقی مونده. خب البته راه حل های دیگه هم هست، مثل همون که اشاره کردن در مصر. البته الان ارتش منسجمی مثل مصر نیست، عبدالفتاح السیسی به شکل قهرمان ملی در اومده، اشاره کرده آقای نوری‌زاده، مردم در بسیاری از جاهای قاهره تصاویر امیدوارم بتونید ببینید، تا صبح بودن آمدن به میدان تحریر از مهندسین، محله مهندسین، زمالک، این محله ها رو آقای نوری‌زاده هم میشناسه کاملا،
و عرض کنم خدمت جای مختلف تا به میدون تحریر تا صبح، یعنی تا پیش از ظهر حدود ساعت 8 و 9 صبح مردم در خیابون‌ها بودند و شادمانی. جالب این که رقیب آقای عبدالفتاح السیسی همدان صباحی یکی دو جا طرفداراش اشکالاتی به وجود آورده بودن، رسما معذرت خواست و کمپین آقای السیسی از همدان صباحی بسیار تشکر کردن، بسیار کسان دیگه تشکر کردن از همدان صباحی. خود آقای صباحی هم گفتش که من بسیار میدونستم تقریبا پیروز نخواهم شد، اما وظیفه ملی میدونستم تا آخرین لحظه در انتخابات باشم، نتیجه هم هرچه هست احترام خواهم گذاشت. بران راه حل ها شاید بسیار هست، من این اخبار مطمئنم در بخش خبری ما شنیدید، اما گفتم این خبرها رو هم بدم به شما. آقای سازگاره عزیز در همین زمینه، یعنی ببینید حکومتی که حتی تحمل آیت الله معصومی تهرانی رو نداره، شخص وارسته ای که گوشه نشسته آزاداندیشه و همه مذاهب احترام میذاره، باید آزاد باشن، حقوقشون رعایت بشه، سفالگری و نگارگری خودش رو میکنه، مزامیر داوود رو تصحیح کرده، منتشر کرده، حرفای خودش رو میزنه، دستی هم در هیچ قدرتی نداره. تحمل این ایشون رو نداره چطور میشه به دادگاه فراخواندن ایشون رو بعد از برای چند و چندمین بار؟ اینو چجور میشه اصلاحش کرد؟ بله خدا پدر شما رو بیامرزه، ایشون که حالا روحانی است که در واقع به درستی به نوعی عذرخواهی کرد از بهایان ایران و ستمهایی که بهشون رفته. آقای خشایار دهیمی مترجم من دیدم مصاحبه کرده بود و گفته بود آقا الان واژه خوشگل رو توی ارشاد میگن سانسور کنید و مثلا کمد خوشگل بنویسیم میگن ننویسیم، یا تحریک کننده است دیگه برای علما بفرمایید. یا خانم گلستان گفته بود که دست رد بر سینه زدن رو یک ترکیب فارسیه، خب گفتن این سینه‌ش رو باید بردارید. شما ببینید با دستگاهی طرفی که فهمش و درکش از آزادی و آزاد اندیشی، چه برسه آزاد اندیشی دینی، اینگونه است و بر نمیتابه. اما در خصوص اصلاح ببینید، به طور خلاصه قانون اساسی جمهوری اسلامی، من همیشه میگم سرزنش بزرگی که به نسل ما هست، نسلی که به هر حال 75 درصدش 74 خورده ای درصدش به قانون اساسی جمهوری اسلامی رأی داده، من هم یکیش، و این قانون اساسی به طور خلاصه استبداد رو نهادینه کرده، استبداد دینی رو، و چکیده این قانون اساسی این است که یک نفر به نام ولایت فقیه حق داره هر کاری دلش میخواد بکنه، به هیچ کس هم جواب نده. تقریبا اگر شما خلاصه کنید قانون اساسی اینه، یعنی و حرفش این قانونه، یعنی دقیقا مصداق استبداد، اون هم از نوع دینی، برای اینکه بار بر مسائل دینی شده. اصل چهار قانون اساسی میگه یه مرجعی به نام شورای نگهبان که اون هم منصوب رهبریست، هر تفسیری بکنه مقدمه بر هر چیزیه، هر قانونیست و بر اساس احکام فقهی، بنابراین دینیست و همه کارش یک نفره. این یک نفر به موجب اصل 110، به قول یکی از دوستان ما میگفت سند شیشدنگ مملکت رو اصل 110 مهر و امضا میکنه، میده دست یک نفر به نام رهبری. و جالبه که به موجب این قانون اساسی شما وقتی یه نفر بره رهبر بشه، حرفی که من توی بازجویا به من میگفتن تو چرا علنی نامه مینویسی و میگی آقای خامنه‌ای اشتباه میکنه، اینجوری میکنه، اونطوری میکنه، برو به مجلس خبرگان بگو، میگفتم آقا شما نشون بدید یک بار، فقط یک بار این مجلس خبرگان علنی که همه مردم بشنون، من چه میدونم تو اتاق دربسته چی میگذره، از یک کار این رهبر انتقاد کرده باشه، شما راست میگید من برم به اونا تظلم بکنم. مجلس خبرگانی که یک سره در کنترل این رهبره، و به موجب این قانون کسی که بره رهبر بشه، همین آقای خامنه‌ای که به هر کیفیتی رهبر شده، هیچ راهی ملت ایران نداره،
هیچ راهی ملت نداره که او رو پایین بکشه یا یه کارش رو تصحیح بکنه. الان ببینید ایشون مملکت رو با تصمیم غلط مرگبار در خصوص پروژه بی سرانجام هسته‌ای برده در ورطه فقر، گرفتاری، تحریم، اقتصاد داغون و یه دولت بدتر از اون دزد، این همه فساد. ملت ایران، بندم یک شهروند ایران، هیچ راهی شما نداری بخوای ایشون رو پایین بکشی. یه مجلس خبرگانی است که دست نشونده خودشه. بخوای قوه قضاییه یکسره در اختیار ایشون، رئیسش رو منصوب میکنه، رئیسش هم همه رو منصوب میکنه. بخوای حتی بری خود قانون اساسی رو عوض بکنی، قانون اساسی به موجب آخرین اصل قانون اساسی، اصل 176، دوباره دست خود رهبره. او باید یک کمیته درست بکنه و بعد هم او امضا بکنه، به رفراندوم گذاشته بشه هر تغییری. لذا در واقع این قانون اساسی رهبر توش مثل یه قمری است که وقتی از مدار زمین خارجش میکنی دیگه بهش دسترسی نداری. و به فرض که به نظر من این فرض اصلا فرض محال نیست، الان از نظر من اتفاق افتاده، این رهبر اگر اصلا بهترین رهبر دنیا ولی دیوانه بشه، از تعادل روانی خارجم بشه، شما هیچ راهی نداری که بگی الا اینکه باید شورش کنی، شلوغ کنی، به ابزار غیر قانونی متوسل بشی، مبارزات مردم، خدا میدونه چقدر فشار، کشته، ناراحتی، تا بتونی این آدم رو از تخت به زیر بکشی. به همین دلیل این قانون اساسی اصلی ترین مشکلش این است که در اون استبداد دینی نهادینه شده و به این معنی در واقع قانون نیست، برای اینکه یک نفر از بالا سر همه چی رد میشه. و به همین دلیل هم امید به اصلاح از درون این قانون اساسی امید عبثی است و آزموده را آزمودن خطاست. جنبش اصلاحات کشور به سرعت به دیواره های تنگ همین قانون اساسی برخورد کرد و رهبر با امکاناتی که داشت به راحتی با یه دونه مرتضوی توی شعبه دادگاه گذاشت تمام جنبش مطبوعات رو تعطیل کرد، با یه دونه عرض شود اطلاعات سپاه و سپاه و فعال کرد تمام مخالفین رو سر برید و آنچنان که در جنبش سبز هم کرد. به همین دلیل من هم کاملا با دکتر نوری‌زاده موافقم، اصلاح در هیچ جهتی در چهارچوب این قانون اساسی اساسا متصور نیست، مگر اینکه ساز و کاری شما درست بکنید، مبارزات مردم در واقع بری قانون اساسی بعد. خوبه، به جای دست رد به سینه گذاشتن، نمیدونم آقای نوری‌زاده چه میشه گفت، دست رد به قوزک پای طرف زد و چه کرد. آقای علی جنتی هم افتخار کرده وزیر ارشاد دولت آقای حسن روحانی که خیر این اتهام درست نیست، در زمان وزارت من همین مدتی که هستم یک عدد از کتاب‌های صادق هدایت اجازه چاپ پیدا نکرد. این اتهام بی اساسی است، ما اجازه ندادیم، تجدید چاپ هم نشده، هیچ این خبرو نیست. خب بر این وضعیت فرهنگ هست در دولت آقای حسن روحانی هم. آقای نوری‌زاده پرسش اینه، در همین زمینه سخنی هست میشنیم، به اضافه این که پایگاه آقای خامنه‌ای کجاست؟ چون به هر حال این قانون اساسی موادی هم داره که شکنجه، من این یکی یه حقوق شهروندی کم و بیش بعضی جاهاش اشاره میشه، منتها به نظر میرسه دو منشأ هست برای قانونگذاری، یکی همین بندها هست که هیچ توجه نمی چه بهشون، زیر نفوذ نهادینه شده ثبت شده قدرت ولی فقیه. پایگاه ایشون الان عملا کجاست؟ پایگاه آقای خمینی روشن بود، ایشون کجاست؟ اولا بذارین چند تا کوتاه اشاره بگم. یکی از گویندگان بسیار سرشناس صدا و سیمای حاج عزت، این خیلی هم خوشتیپه، خیلی هم جوان با استعداد و قابلی است، ایشون ازدواج کرده بود و با همسرش به یه برنامه دعوتش کرده بودن. در اونجا گوینده ازش خواست که یه نکته‌ای بگه، ایشون یه شعری گفته بود برای همسرش، اون شعر رو اونجا خوند خطاب به هم، بسیار شعر زیبایی هم بود و خیلی با لحن خودمانی و شعر. روز بعد ایشون توبیخ شد و اون فشارهایی که اومد که ایشون رو بیرون بکنن شدت پیدا کرد. چرا؟ چون یه شعر عاشقانه خطاب به همسرش خونده. ببینید رژیمی که زشته
نمیتونه با زیبایی سر آشتی داشته باشه. آخه خوشگل، آقای جنتی مثلا معنای خوشگل رو میفهمه وقتی خودش رو تو آینه نگاه میکنه؟ دونه دونه شون نگاه کنی ماشاءالله یکی از یکی خوشگلتر، نگاهشون کنی اینا معنی خوشگل رو نمیدونن چیه. یا در مورد سینه، در یه برنامه تلویزیون مال کودکان روز مادر، آقای گوینده اومده بود نشسته بود داشت شعر میخوند، خانم گوینده بهش گفت بله در این زمینه پروین اعتصامی شعر خیلی زیبایی داره، گویند مرا چو زاد مادر. این آقا اومد بگه گفت سینه به دهان گذاشتن آموخ، چون ترسید دیگه پستان به دهان گذاشتن آموخ اونجا مشکلی براش بیاره، حالا زودم وزنش جور کرد سینه به دهان گذاشتن آموخ. منظورم اینه رژیمی که ببینید در تمام دورانی که تزویر و فریبکاری و دروغ زیاد میشه، خود آقایون در مورد مقدمات ظهور اشاره میکنن، زمانی است که انقدر مسجد زیاد میشه که هر گوشه یه مسجده، از همه جا بانگ قرآن و الله اکبر میاد، همه دارن نماز میخونن منتها نصفشون مستن، و اشاره میکنه فساد اخلاقی چجوریه، اخلاق قوم لوط چجور در جامعه رواج پیدا میکنه. اخیرا یه ویدیویی رو از یه آخوندی منتشر کردن که چه کار کثیفی و زشتی نسبت به یک پسر بچه انجام میده. منظورم اینه این در جمهوری ولایت فقیه همه چی زشتیه، پس زیبایی نمیتونه معنی داشته باشه. اما از آقای پسر آقای جنتی هم نمیشه انتظار داشت که بیاد کتاب هدایت رو منتشر کنه. اما در مورد آقای خامنه‌ای و پایگاهشون، ببینید آقای خامنه‌ای یک سری آدم‌های مجذوب داره، یعنی کسانی که ایشون رو واقعا دوست دارن. از همون مشهد هم شروع میشه، ایشون یه جلسه درس قرآن داشت روزای جمعه و چهارشنبه مثل که، و یه عده میرفتن. از کسانی که اون زمان میرفتن همین حسن فیروزآبادی است، آقای سلیمی نمین هست، یه عده از اینا بودن که میرفتن و با آقای خامنه‌ای علاقه مندن. یه عده بعد از دوستان دوران بعدیشونه بهشون علاقه دارن، هر کدوم اینا رو ایشون در یک مسئولیت مهم گذاشته. حسن فیروزآبادی رو که در عمرش 5 دقیقه راه نرفته ایشون کرد رئیس ستاد نیروهای مسلح با 9 سال تقدم درجه بر هر سلشگری، و بنابراین ایشون از اون اول سلشگر شد با 9 سال. تیمسار صالحی که الان 5 ساله 4 ساله سلشگره، حالا 4 سال دیگه باید بره تا به حد ایشون برسه، و یا آدمایی که در همون زمینه به ایشون نرد. بنابراین ایشون یه سری پایگاه توسط افرادی ایجاد کرده که مشتاقانه ایشون رو دوست دارن. در زمینه امنیت سید اصغر حجازی رو ایشون از وزارت اطلاعات امور دفترش، معاون وزیر اطلاعات بود، محمدی گلپایگانی همینطور، اینا به هر حال آدماش هستن. آقای خامنه ای روی علی لاریجانی یا روی صادق لاریجانی تکیه نمیکنه، اینا رو میدونه مزدورن و بنابراین میاره یه کاری بهشون میده که مزدوری کنن، و میدونه اگه یه روزی هم زمان برگردد اینها پاش وا نمیستن، ولی حسن فیروزآبادی میسته، اصغر حجازی میسته، یعنی یه سری اونا رو. در درون سپاه همیشون تعدادی افراد رو گذاشته که مؤمنانه بهش اعتقاد دارن، و اینا در مقام فرماندهان نیروها هستن و آقای خامنه‌ای هم خیلی روشون حساسیت داره. میخوام بگم ایشون در دستگاه امنیتی قضایی و در دستگاه نظامی افرادی رو داره که با تکیه بر اون افراد، ولی ایشون اگر بگیم پایگاه مردمی داره، اصلا اصلا آقای خامنه‌ای پایگاه مردمی در حالی که آقای خمینی داشت، آقای خمینی داشت که حالا به مرور از دست داد و چه شد، ولی آقای خامنه‌ای پایگاه مردمی نداره. ایشون قاطی مردم نمیتونه بیاد، اصلا امکانش نداره که ایشون پاشه بیاد با مردم با دانشجوان قاطی بشه، نه اینکه اونجا سالن نصفش مأمور باشه نصفش دانشجو. آقای سازگارا بفرمایید که توضیح دادن آقای نوری‌زاده، اما شکاف وجود داره، شکاف حتی در میون پاسدارها، گزارش هایی که منتشر میشه، صحبت هایی که میشه بین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی شکاف وجود داره. این شکاف رو به بسته شدن هست، رو به گسترش هست، رو به عمیق‌تر شدن هست.
و چه عواملی روی اون اثر میذاره در آینده، میتونه اثر بذاره؟ ببینید، آقای خامنه‌ای، آقای خمینی تکیهش به پایگاه مردمی بود که میتونست هزاران شاید میلیون ها آدم رو گاهی بسیج کنه و به همون پایگاه و طبقه روحانی بازار که یک طبقه بودن، به این دو پایگاه تکیه میکرد. هر رقیب سیاسیش هم شاید با بیرحمی میتونست از میدون بیرون کنه. اما آقای خامنه‌ای نه مرجع بوده، نه اون پایگاه رو داشته، نه اون محبوبیت مردمی رو داشته، سهل است الان منفوریت هم داره. به همین دلیل هم پایگاهش کاملا نظامی امنیتی است. گروهایی از سپاه، بعد دید به سپاهیشون بعد از جنبش سبز نمیتونه تکیه کنه، رفت بسیج رو سعی کرد بکنه، مثل یک حزب کمونیست سراسری برای خودش و لباس شخصی درست بکنه و یک عده باند مافیایی که تا خرخره در فساد قوطه‌ورن، پول خوردن میلیاردی، و به قول یه دوست تاجر ما میگفت اینا آقای خامنه‌ای اگه مثل ناصرالدین شاه ترورم بشه، یه چوب میکنن پشتش تو کالسکه میشوننش که بگن نمرده، برای اینکه به این لولی سر خرمن احتیاج دارن برای دزدی و چپاولشون. و متقابلا این شکافه پس هست آقای سازگار، لاجرم پیش میاد. برای اینکه شما وقتی یک تعدادی باند داشته باشید، اینا تضاد منافع دارن، ضمن اینکه خداییش هم تعدادی آدم در همون سپاه، بسیج یا نهادهای دیگه هستن که آنچنان نه خائنن نه دزدن و خیلی هاشون هم ناراحتن، ولی آدم های کلیدی اکثرا شدن باندهایی که با همدیگه هم دعوا دارن، دعوا شکاف دارن بینشون، ولی همشون هم به آقای خامنه‌ای برای این دزدی و فسادی که میکنن نیاز دارن و آقای خامنه‌ای هم به اونا نیاز داره برای حفظ قدرت خودش. کمتر از یک دقیقه وقت داریم آقای نوری‌زاده. بخشی از دارایی‌های مردم ایران خب به لبنان میره، به گروه حماس میره و اخیراً میلیارد میلیارد به سوریه و کشته شدن یکی از فرماندهان پاسداران در سوریه، دیگه آشکارتر ساخت دخالت جمهوری اسلامی در سرکوب مردم سوریه. اینا مدعی بودن که ما در سوریه در حد کارشناس و ادوایزر و اینا حضور داریم، ولی این جنازه های یکی پس از دیگری که بعضن هم اعلام نمیشه، فقط در همون روستاشون منطقهشون دفن میشن و کشته شدن افرادی که دارای درجه سرتیپی هستن، نشون میده که تا چه حد این رژیم نیروهای مسلح ایران رو آلوده کرده در سوریه. سر این فرمانده رو بریده بودن و من فیلمش رو دیدم، تکان دهنده بود. یکی از این افسرهای مخالفای اینو گرفته بود سرش رو دستش و از این قبیل مسائل پیش میاد. سه تا فرمانده بزرگ حزب الله هم همزمان به قطع اینا رو با خمپاره زدن و بعد اینا مجروح بودن، سرشون رو بریدن. و این خیلی به نظر من تلخه که به خاطر یک رژیم جنایتکار، بعد این انتخابات قلابی که سوریه داره میشه در جلوی سفارتش در بیروت، جمهوری اسلامی و تلویزیون العالمش میگه انتخابات حماسه آفرین سوریه. و این اسباب تأسف واقعا که رژیم تا چه حد در منجلاب سقوط کرده و دنبال همه سقوط کرده هاست، بشار جنایتکارو داره حمایت میکنه. سپاسگزار هستیم آقای نوری‌زاده عزیز در لندن، آقای محسن سازگارا در واشنگتن. با سپاس بسیار از شما. متشکرم. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز الوند، کوه البرز، سند و سبلان، کوهساران دلهو، کوهساران دراک، آسماری، زگرس و زردکو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.